خب ایمان خوشابی هستم. بعد اول یه چیز رو بگم که یه بدشانسی من آوردم. اولی که موضوع ارامو خیلی دیر انتخاب کردم و اینکه خورد توی این شلوغی ها و تظاهرات یکم سخت شده بود کارم. بعد همین الانم که وسط امتحان هم دیگه اگه کم و کسری چیزی داره دیگه ببخشید. دیگه موضوع ارامون در مورد کاستوم ویو هستش. میخوایم بررسی کنیم که کاستوم ویو اصلا چی هستش، به چه دردی میخوره، کجا باید ازش استفاده کنیم و حالا موارد دیگه. اول اینکه اصلا کاستوم ویو چی هستش. ما توی اندروید یه سری ویو ها و ویجت های آماده داریم، مثل تکست ویو، ادیت تکست، ریتینگ بار، سیک بار. اینا رو ما آماده داریم و تا یه جایی نیازمون رو برآورده میکنه، ولی اگه جایی به بعد دیگه اینا کاربردی نیستن برامون. یعنی ما به یه جایی میرسیم که حالا بستگی به دلایل خاصی داره، ما نیاز داریم که یه کاستوم ویو از خودمون بسازیم که تو اندروید وجود نداره. حالا چرا این اتفاق میفته؟ دلایل مختلفی داره. میتونه که یکیش این باشه که مثلا مشتری یا مدیر پروژه اومده گفته که آقا من یه همچین ویوی میخوام، باید برام طراحی کنی. مثلا میتونیم مثال بزنیم، ما توی اندروید سیک باری که داریم خطی میره جلو، میتونیم خطی جا به جا کنیم. مشتری میاد به ما میگه آقا ما میخوایم گرد مثلا این سیک بار کار کنه، از نقطه صفر اینجوری بکشی بیاری بالا. خب همچی چیزی ما تو اندروید نداریم و مجبوریم بیاییم یه کاستوم ویو بنویسیم. پس یکی شد نیاز مشتری، یکی شد توی اندروید وجود نداره، و دلیل آخر این که پرفورمنس خیلی میره بالا وقتی ما از کاستوم ویو استفاده میکنیم. حالا تو اسلاید بعدی بیشتر در مورد این توضیح میدیم که چجوری پرفورمنس میره بالا. اینجا ما دو تا حالت پیاده سازی یه طرحو داریم. مثلا گرافیس اومده گفته میخوایم همچین طرحی برامون پیاده سازی کنید. بعد تو حالت مرسومش اینه که بیایم حالا اکانت سرفینگ تو اینجا استفاده شده، دو تا لاین انداخته این برامون، یه تکست ویو هم انداخته وسط و راه کاربردی هم هستش و سریع‌ترین راهه و کارمون رو میندازه. ولی تو حالت دوم میایم یه کاستوم ویو میسازیم و تکست رو خودمون درا میکنیم توش و دو تا لاین هم میندازیم این ورانورش و توی کاستوم ویو طرحمون فلته، یعنی هیچ هایرارکی وجود نداره، هیچ سلسله مرتبی برای ویو ایجاد نشده. در نتیجه پرفورمنس به صورت چشمگیر میره بالا. حالا اگه تو ریسایکل ویو جای لیستی نگاه کنید واقعا تاثیر داره این قضیه، چون دیگه لازم نداره اون سلسله مراتب سایزا هی چک بشه و خیلی پرفورمنس میره بالاتر وقتی که فلت باشه. اگر دقت کنید خود اندروید اصلا وعده کانسترین لیوتو داده که شما هایرارکی ایجاد نکنید برای ویوهاتون، همه چیو فلت بزنید. پس کاستوم ویو کل طرح ما رو فلت میکنه. این یه طرح دیگه هستش که تو حالت عادی اومده از یه ویو گروپ، مثلا حالا ریلیتیو لیوت استفاده شده و ویو هایی که مورد نظر بوده رو مثلا دو تا ایمیج ویو اونجا، سه تا ایمیج ویو پایینه، دو تا تکست ویو بالا، اینا همه رو با هم گذاشته توی یه ویو گروپ و این شکل درست کرده. تو حالت سمت راست این اومده با کاستوم ویو پیاده سازی شده و میبینید که یه طرح خیلی فلته و این پرفورمنس خیلی بالایی داره توی لیستا و ریسایکل ویو و جای دیگه. حالت سومم که این لایبرری رو من چند وقت پیش زدم، همچین چیزی اصلا نداریم، یعنی هیچ راه پیاده سازی نداره با ویوهای اندروید و باید بشین دیگه مجبورین، دیگه اینجا دیگه مجبورین که بیان یه کاستوم ویو طراحی کنید. سوال این دیتا یکی اینکه چجوری کاستوم شده، یعنی چجوریه که مثلا میتونی کاستوم بزنی، کاستوم هم دقیقا همین حرکت ده باشه، یعنی تو یه لینیر دیتایی که توش یه هایرکی داری فلت یه حالتش اینه. بعد از اون خواهم که میگید بدون های دکی این ساخته، یعنی مثلا با کنواز چجوری ساخته باشه، یعنی که با مستقی کنواز این کادو چون هزینه زیاد میبرده این کاستوم ویو و تو که یه جا بیشتر استفادهش نمیکنی که اونم با خورده مشکل پرفورمنسش رو حل میکنی، مثلا نتیجه نیاز تا ببین ما یه مشکلی داریم سر اینکه ویوها سایزاشون. خب برای اینکه حسابش حالا تو جلوتر میبینید که سایزای ویو چجوری حساب میشه، مثلا این توی اسکرول خب هی باید سایز تک تک اینا رفرش بشه. خب این در نتیجه کاست داره برای ما که مثلا اینجا 6 تا فکر کنم ویو هستش، ولی اینجا یه ویو فلته و نهایتا ما حساب کتابمون اینه که این مثلا ایمیج از کجا تا کجا این ویو رو نشون بده.
بعد این بیشتر تو حالتی که توی لیست استفاده بشه پرفورمنسش معلوم میشه. اگه یه جا استفاده بشه که حالا حالت لیست مشکلش یه جور دیگه حل شده. با هولدر مشکل حل شده. مشکل هایرارکی تقویم تقویم خیلی یک از مثالش تقویم تو سی تا ویو مثلا روزا روزا تو تقویم بعد ویو پیج مثلا می‌خوای بزنی مثلا برای ماه دیگه لگ داره. یک از راهش همین. ببین هولدر میاد جلوگیری می‌کنه از دوباره ساخته شدن ویو. خب ما مشکل رفرش شدن سایزا رو داریم. یعنی وقتی که اسکرول میشه سایز ها هر بار رفرش میشن هی سایزشون دوباره حساب میشه و تو حالت فلج کلن پرفورمنس بالاتر. بعد یکم البته میگم من چک نکردم میگفت مثلا اینستاگرام و توییتر و فیسبوک و اینا اپاشون رو نگاه کنید اون لیوت دیباگ گوشی رو فعال کنید میگم همشون فلجه. من خودم این ندیدم ولی یکی شنیدم گفتش که چون هزینه مینتنسشون باید بالا این کار من برای اینجا لازم است برای تقویم بشه ولی اینجا مشکل پرفورمنس هم خواهد که نداری که تحضیم پرفورمنس چون پس هر دایی که میاد میگه این عوض شد عوض کردن این موقعی که لیاتو خیلی دارد ولی موقعی که اون شکلیه خیلی عوض خب شد. اون سریع تر اتفاق میفته ولی ممکنه این مشکل نداری دیگه تو دیگه که میتونم قبول کنم ولی تو چیز تو اینجا نمیتونم قبول کنم که این مثلا بهتر باشه یعنی فایل چیزه دارم یه جور کدیم شده اپتومیزیشنه فایلش اونقدر زیاد نیست نظرم تو این مورد بذار حالا بریم جلوتر چون لایف سایکل رو ببین چه شکلیه چون میگم هی اون فانکشن ریسایز کردنش هی کال میشه. حالا ادامه میدیم این اسلایدی هم که دیدیم که به جای رسیدیم که نمیتونیم استفاده کنیم از ویو های اندروید و باید از خودمون یه ویو یه کاستوم ویو بسازیم و طراحی کنیم. حالا چجوری کاستوم ویو رو بسازیم؟ ما میتونیم کلاسمون رو از ویو های موجود اندروید مثل تکست ویو ایمیج ویو ادیت تکست که یه سری کارهای آماده رو ما انجام دادن از اونها اکستند کنیم یا اینکه خیلی بیسیک تر مستقیمه ما خود ویو اکستند کنیم. بعد فقط باید یه نکته‌ای در نظر داشته باشین که این دوتا کانستراکتور رو باید شما پیاده سازی کنین. کانستراکتور اول برای وقتیه که از توی کد جاوا دارین ویو رو می‌سازین، کانستراکتور دوم که اتریبیوت ست داره از توی XML که ویو رو می‌سازین این کانستراکتور کال میشه. اگه کانستراکتور دومو نداشته باشین و از توی XML ویو رو بسازین اپ کرش میکنه چون دنبال کانستراکتور میگره که اتریبیوت ست داشته باشه و پیدا نمیکنه و کرش میکنه. شما همیشه باید این دوتا رو پیاده سازی کنید. خب لایف سایکل رو حالا یه نگاه بندازیم. اول که کانستراکتور کال میشه بعد مثل حالا اکتیویتی و فرگمنت و اینا ویو هم یه آن اتج داره و یه دونه هم آن دیتچ آخرش داره که این فعلا نیورده اینجا که تو اونجا باید ریسورس هایی که گرفتین رو فیری کنید و کارهایی که داری میکنید رو تمومش کنید. یه قسمت میجر هستش که دوتا اولی ها میشن. تو میجر سایز ویو مشخص میشه، یعنی تا اون قسمت ویو سایزش مشخص شده. لیوت و آن لیوت بیشتر برای ویو گروپ ها استفاده میشن که تو قسمت لیوت میان چایلدا رو میچینن که مثلا اگه مثلا لینیر لیوت مشخص میکنیم که لیوت ها باید زیر هم چیده بشن، اون قسمت چایلد چیدن میشه توسط لیوت و آن لیوت. بعد دیسپچ دراو و آن دراو و آن دراو و آن دراو این سه قسمت برای طرح گرافیکی ویو مونه، یعنی اون قسمت گرافیکی دقیقاً اون تو اتفاق میفته. بعد حالا دوتا فانکشن اضافی هم داریم این ولیدیتور ریکوست لیوت که اینو خودمون هم میتونیم کال کنیم که لایف سایکل رو بچرخونیم. حالا اینو جلوتر توضیح میدیم درباره این دوتا فانکشن. فعلا اول آندرار رو میریم جلو، بعد آن میجر رو میریم، بعد اون دوتا رو با هم بررسی میکنیم. الان میریم سراغ آندرار ببینیم که ما چجوری میتونیم شکلامون و اون یو آیمون رو توی ویو کاستوم ویو پیاده سازی کنیم. با اوورراید کردن فانکشن آندرا یک کنواس بهمون میده. حالا اینکه کنواس چی هستش من توی اسلاید بعدی بیشتر براتون توضیح میدم. بعد یعنی هر چیزی که شما میخواین ویوتون نشون بده توی این قسمت باید درا کنید که معلوم بشه. یه چیزی هم داریم به اسم پینت. ما با کنواس یه بوم نقاشی در نظر بگیرین که مختصات ایکس و ایگرگ داره، ولی پینت میاد یه هولدر پینت در است که استایل رسم شدن رو برای شما نگه میداره. مثلا اینکه قطر اون خطی که میخواین رسم کنید چقدر باشه، رنگش چه رنگی باشه و اینجور چیزا. این حالا با این شکلی که میبینید ما تو اسلاید بعدی خیلی کار داریم. اینو حالا یه نگاه بندازین و سایزاشو یه
چک بکنید. این کنواس گفتم یه بوم نقاشیه که توی آندرا به شما میده و چیزی که من استفاده کردم یه 300 دی پی در 240 دی پیه که طولش 10 تا قسمت سی دی پیه، عرضش هم 8 تا قسمت سی دی پیه. و یه نکته که وجود داره اینه که نقطه استارت مختص توی کنواس و توی خیلی جای دیگه 0 و 0ش بالا سمت چپه و همینجوری که میاد به این سمت x و y اضافه میشه، به سمت اونورم میره منفی میشه. خب حالا ما با این کنواس چی کارا میتونیم بکنیم، چیا میتونیم رسم کنیم؟ تقریبا همه چی میتونیم با این کنواس رسم کنیم و از شکلای مبتدی مثل لاین و سیرکل و اینا گرفته تا مربع و اینا تا شکلای خیلی پیچیده تر که با پس پیاده سازی میکنیم و اونا رو رسم میکنیم. همونطور که میبینید همه فانکشن‌های کنواس یه درا اولش داره که یعنی میگه رسم کن بکش، بعد اینا چند تا حالا اون فانکشن‌های اولیش بوده که اسکرین شات گرفتم، حالا تو ادامه هر کدوم اینا رو بررسی میکنیم. و پینت هم که گفتم یه هولدر برای استایل رسم شدن اون شیپمون یا اون لاینمون یا هر چیز دیگه‌ایه که میتونیم براش کالر ست کنیم، استروک ویدث ست کنیم، تکست سایز ست کنیم، حالا چیزای دیگه میتونیم ست کنیم که استایل رسم شدن رو مشخص کنیم با پینت. حالا میریم یه سری مثالایی که با کنواس و پینت انجام دادیم رو نگاه کنیم. فانکشن اول فانکشن درالاین هستش که فانکشن درالاین از کنواس باید استفاده کنیم برای این فانکشن. یه نقطه استارت x و استارت y ابتدایی از همون بگیره و end x و end y که برای پایان خطه مشخص میکنیم. مثلا میگیم از نقطه 10 و 10 تا 20 و 20 یه خط رسم کنم. و پینت آخری هم که گفتم یه هولدریه که برای استایل و رنگ و این چیزا استفاده میشه. تو مثال اولی اومدیم گفتیم که من پینت و یعنی تو اینجا عقب نیو کردم، ولی چون جا زیاد میگرفت و کد بی خاصیتی بود اینجا نیوردم، پینت عقب نیو شده. بعد استروک ویدش ست شده با 15 دی پی، کالرش هم شده گرین. بعد با کنواس گفتیم که یه لاین از نقطه 33 تا 270-150 رسم کن با اون پینتی که مشخص کردیم. در نتیجه کنواس میده همچین لاینی رسم میکنه با مشخصات. تو مثال بعدی کالرش رو رد کردیم و یه لاین دیگه رسم کردیم. تو مثال سومی رنگش رو مجنتا کردیم ولی استروک ویدش رو یکم کم کردیم، مثلا اونا 15 بود این 10 شده. میبینید که قشنگ خیلی چیز عادی و منطقی داره رسم میکنه. خب رسیدیم به فانکشن درو سیرکل که گفتیم یه دایره برامون رسم میکنه که تو دوتا متغیر اول، دوتا پارامتر اول میگه که مختصات وسط دایره رو بده و تو پارامتر بعدی میگه شعاعش رو بهم بده، تو پارامتر آخر میگه اون پینت رو بهم بده که بدونم چجوری رسمش کنم. حالا اینجا ما اومدیم پینتمون رو یه کالر بلک بهش دادیم و یه استایل استروک بهش دادیم. استایل ها توی پینت سه تا هم کلن، یا میتونن استروک باشن که یعنی فقط دور خط و دور اون چیزی که میخواییم رسم کنیم پر کن، یا میتونن فیل باشن که فقط وسط اون دایره رو پر میکنن، یا میتونن استروک اند فیل باشن که هم وسط رو پر میکنه هم استروک رو برامون میکشه. که اینجا اومدیم استروک انتخاب کردیم، یعنی فقط دور دایره رو میخواییم بکشه. بعد دراسیرکه رو کال کردیم، گفتیم توی نقطه 150 و 120 که وسط این کنواس هستش با شعاع 90 که 90 میشه 3 تا سیکشن که قشنگ درست رسم شده و کشیده. بعد تو این قسمت اومده استایل فیلو استفاده کرده، اینجا میبینید که فقط وسط دایره رو پر میکنه، یعنی خط دور برش نمیکشه، فقط قسمت وسطی رو رسم میکنه. بعد یه چیزی داریم تحت عنوان آنتی ایلیاس که اینو حالا تو آخر اسلاید قشنگ براتون توضیح میدم. و این درا سیرکل شده دوباره تو همون نقطه با شعاع 60، یعنی 30 تا دی پی کمتر از این. بعد فقط نقطه‌ای که وجود داره اینه که استروک بوده اینجا، این چون قطرش 90 دی پی بوده 30 دی پی 45 دی پیش رفته اون ور خط، 45 دی پیش هم این ور خط بوده، یعنی از خط میزنه بیرون. وقتی شما استروک وید رسم میکنید از خط اونجایی که میخواین میزنه بیرون. تو مثال بعدی فیل اند استروک ست شده که این گوشه از تصویر رسم کردیم.
رنگش هم سبز کردیم و میبینید که تا اینجا قرار بوده رسم شه، ولی چون استروکه از خط زده بیرون. نکته رو باید توجه کنید چون تو آینده حالا تو اسلایدهای بعدی بهتون میگم که چرا. آنتی الیاس حالا نمیدونم از اونجا میبینید یا نه، تو قسمت مشکی رنگ دندونه دندونه شده شکلمون و این باعث چون اینجوری شده که چون آنتی الیاس فالس بوده، ولی وقتی آنتی الیاس رو فعال کنیم اون دور دایرمون روونتر و اسموستر رسم میشه. حالا اینجا هم چون تصویر بزرگ شده و اسلاید هستش، حالا جفتشون زیاد فکر کنم فرقی نداره، ولی تو قسمت مشکی قشنگ دندونه دندونه شده. این آنتی الیاس رو باید وقتی که شکلاتون کرون و میدونید مثلا داره اذیت میکنه اونجا استفاده کنید چون کاست خودشو داره، ولی وقتی مثلا میخواین یه مربع رسم کنید میدونید که آنتی الیاس فایده نداره براتون چون شما خطتون صاف هست، هیچ چیز کروی ندارین. فانکشن بعدی دراو رکت هستش که این دفعه دیگه یه آبجکت رکت از ما میگیره و پینتی که میگه باش با چه استایل رسم کنن. رکتی که میگیره رکتی یه آبجکتیه که نقطه استارت ایکس و استارت وای و اند ایکس و اند وای رو داخل خودش ذخیره میکنه. بعد ما یه تمپلیت داریم که اینم گفتم بالا من نیو کردم ولی تو کد نیاوردم، ستش کردیم با نقطه سی و سی برای استارت ایکس و استارت وایش و 180 و 180 برای اند ایکس و اند وایش و اون تمپلیت رو دادیم به درارک، یعنی مختصاتی که باید رسم کنه اونه. بعد پینتمون هم که رنگش رو قرمز کردیم و استایلش هم استروک کردیم و درارکت میبینید که یه مربعی برامون رسم کرده که قشنگ با اون مختصاتی که دادیم همخونی داره. فانکشن بعدی حالا این بزنیم بره. فانکشن بعدی درا آرک. ببین ما سیرکل دایره که رسم کنیم یه سر وقتا نیاز داریم مثلا نیم دایره رسم کنیم یا اندازه فقط 45 درجه از دایره رو رسم کنیم، چون دایره کل 360 درجه است. با رکت میتونیم یه قسمت از اون کمان رو رسم کنیم. درا آرک ببخشید رکت نه، درا آرک میاد اون قسمت از کمانی که میخوایم برامون رسم کنه. تو متغیر اول، تو پارامتر اول میاد اون مربعی که داخلش میخوایم اون کمان رو رسم کنیم و میگیره که ما حالا تو مثال بعدی همین رکتی که رسم کردیم رو بهش میدیم. یه استارت انگل داره و سویپ انگل. استارت انگلش میگه درجه‌ای که اون درجه اون جایی که میخواد شروع کنه به رسم کردن چیه. مثلا برای دایره میدونید دیگه 0 درجه میشه این قسمت و 180 درجه میشه اون قسمت، دوباره برگرده 360 درجه میشه این قسمت. سویپ انگل هم میگه که چقدر میخوایم این ادامه پیدا کنه. مثلا ما اینجا گفتیم اندازه 90 درجه برو جلو. همینطور که کد رو نگاه میکنید گفتیم که استایل پینت آبی باشه، کالرش آبی باشه، استایلش استروک باشه و استروک ویدش هم 16 دی پی باشه. بعد تو درا آرک اومدیم تمپرکتی که قبلا ساخته بودیم و روش یه مربع کشیدیم و بهش دادیم، گفتیم که استارت انگلت 0 درجه باشه و سویپ انگلت 90 درجه باشه، یعنی از نقطه 0 درجه 90 درجه رسم کن بیا پایین. یه یوز سنتر هم داریم که اونو توی شکل بعدی براتون توضیح میدم. توی این شکل گفتیم که استارت انگلت 180 باشه، یعنی دقیقا اون طرف دایره و اندازه 135 درجه برو جلو. و اینجا یو سنتر رو ترو دادیم. میبینید که یو سنتر رو ترو بدین اون خطی که به وسط دایره رسم میشم میرسم براتون رسم میکنه، یعنی علاوه بر اون آرک اون خطای وسط خطی که به نقطه وسط دایره میرسم براتون رسم میکنه. فانکشن بعدی درا تکس هستش که خیلی ساده تکس رو برامون درا میکنه. تو پارامتر اول استرینگ تکس میگیره، ایکس و وای از همون میگیره و اون پینتی که میخوایم رسم کنیم. تو این مثال یه تکس لفتاپ داریم که گفتیم پینتمون رد بشه با استایل فیل و تکس سایز سی پی ایکس. اگه دقت کنیم من اینجا رو اون سایز رو تبدیل کردم به پی ایکس، دادم بهش اس پی تو پی ایکس کردم، یعنی تو اسلاید قبلی سایزمون رو دی پی میدادیم ولی چون تکس باید سایز اس پی بگیره اینجا هم سی اس پی رو تبدیل کردم به پیکسل و به سایز دادم. فانکشن درا تکس رو کال کردم، اومدم همون تکس رو بهش دادم، گفتم توی مختصات سی و 60 بیا این تکس رو برام رسم کن. فقط دقت کنید که
سی و شست میشه اون خونه دومی از بالا و خونه اولی از چپ، میبینید که گوشه و پایینه تکس افتاده روی اون نقطه، یعنی تکس این حالت رسم میشه برای شما. یه فانکشن دیگه داریم get text bounds، این میاد این فانکشن مال پینت هستش و از پینت میگیم که اون تکسی که قراره رسم کنی چه مختصاتی از سفر رو میگیره، اینو به ما بگو. مثلا میخوایم یه سری حساب کتاب انجام بدیم، به عنوان مثال تکس رو بندازیم وسط صفحه، ما باید بدونیم این تکسی که میخوایم رسمش کنیم چقدر طولش و عرضش چقدر که بیایم از کل صفحه حالا کم کنیم و حساب کتاب انجام بدیم. فانکشنش اینجوریه که اول یه تکس از ما میگیره و استارت و اند اون تکس رو میگیره، مثلا میگه این تکسی که میخوای بدی از حروف چندش تا کدوم حروفش رو میخوای برات حساب کتاب کنم که بگم اون مربعش چقدر میشه، و یه رکت میگیره که خروجی رو میریزه تو اون پارامتر آخر، یعنی خود تابه خروجی نداره، رو اون پارامتر ست میکنه خروجی رو. بعد توی این حالت اومدیم پینت و استروک ویدش رو یک کردیم که میخواییم اون دایره آبی رو باش رسم کنیم. حالا میایم جلوتر، بعد از پینت گفتیم که تکس باند این تکس رو به همون بده و خروجی رو ریختیم توی تمپریک. اون تمپریک تو اومدیم با اون درارکت که قبلا نگاه کردیم رسم کردیم، میبینیم که قشنگ دور تکس افتاده، فقط یه خورده خطا داره دیگه، مثلا اون پیه افتاده بیرون یه گوشش، ولی بیس تکس رو قشنگ برامون درست در میاره، اون گت باند بیس اون سطیله رو به همون میده. فانکشن بعدی دراو بیت مپ هستش که برای رسم کردن یه عکس توی کنواس استفاده میشه. ما این بیت مپ رو حالا ایمپورت کردیم، ایمپورت که نه، یعنی این بیت مپ رو ساختیم توی کانستراکتور و یه بیت مپ سانتا بی ام پی الان ما داریم، یعنی حالا کار نداریم چجوری از کجا آوردیمش و سایزش هم 8x8. حالا فانکشن دراو بیت مپ میگه اول به من بگو چه بیت مپی رو میخوای رسم کنی به هم بده، بعد میگه که یه سورس رکت داره یه دستینیشن رکت داره. سورس رکت میاد میگه که کدوم قسمت از اون بیت مپ تو میخوای درا کنی. خب تو دستینیشن رکت میگه خب حالا اون قسمت از بیت مپ رو که میخوای درا کنی کجای کنواس برات رسم کنم. مثلا اگه ما بخوایم اون نصف اون بیت مپ رو رسم کنیم توی SRC رکت باید بگیم که حساب کتاب کنیم بگیم اندازه نصف اون بیت مپ رو میخوام درا کنم. توی دستینیشن هم میگیم که کجا رسم کنم. حالا توی این مثال ما اومدیم سورس رکت رو گذاشتیم از نقطه 0 و 0 تا ویدو هایت اون بیت مپ که میخوایم کلش درا شه برامون. بعد دستینیشن هم اومدیم ست کردیم توی نقطه C و C استارتشه، 210 و 212 هم اندشه و فانکشن درا بیت مپ رو کال کردیم. میبینید که اون عکس و اون بیت مپ رو قشنگ برام روی کنواس درا کرده. بعد ما یه چیزی داریم تحت عنوان پس. پس چی هستش؟ پس یه سری مسیرهای کاستوم شده است که ما نمیتونیم با مثلا لاین و دایره و اینا رسم کنیم، باید بیایم با این اون کاستوم شده رو بکشیم. مثلا میخوایم یه مربع بکشیم که یه دونه زل نداره، فقط سه تا زل یه مربع می‌خوایم بکشیم. خب این نمیتونیم با خود مربع این کار کنیم، نهایتاً باید بکشیم یه زلش رو پاک کنیم. ولی با پس میتونیم بگیم که از این نقطه برو تا اونجا، از اون نقطه برو تا اینجا، از این نقطه هم بیا تا پایین و اون چیزی که می‌خوایم برام می‌سازه. پس یه سری مسیره که توی خودش نگه می‌داره، یه سری فانکشنالش هم که اسکرین شات گرفتم می‌بینید که می‌تونه لاین بکشه به این نقطه‌ای، یه دایره اونجا حد کنه، آرک رسم کنه اونجا، یه مربع رسم کنه، حالا فانکشن های دیگه اش. اینجا الان این مثالی که میبینید مثلا ما میخواستیم یه همچین چیزی رسم کنیم که با چیزای آماده کنواس نتونستیم، نمیشد همچین چیزی رسم کنیم، اومدیم از پس استفاده کردیم که از این نقطه اومده اندازه 30 دیپ اومده سمت راست، بعد رفته بالا، بعد 60 دیپ اومده چپ، 60 دیپ اومده پایین، 90 دیپ رفته راست و یه دایره کشیده. کدش هم اگه نگاه کنید ما اول اومدیم current x و current y تعریف کردیم که وسط اون کنواس رو اشاره میکنه، بعد اومدیم به پسمون گفتیم که موو کن اونجا، یعنی برو از اونجا شروع کن که میخوایم حالا بهت بگیم که چی کارا بکنیم. پس موو کرده به نقطه وسط، بعد x و c تا بهش اضافه کردیم، بعد گفتیم لاین کن توی اون پوزیشن،
که از اینجا که نقطه وسط بوده سی تا اومده ایکسش اضافه شده رفته این ور. تو مرحله بعدی گفتیم که حالا وای تو سی تا کم کن و لاین توک شو به اون نقطه جدید که از اینجا سی تا وایش کم میشه و میره بالا. بعد گفتیم ایکس تو 60 کم کن که میاد این ور. بعد گفتیم وای تو 60 اضافه کن که رفته پایین. بعد دوباره گفتیم ایکس تو 90 اضافه کن که دوباره رفته این ور. بعد گفتیم که یه اد سیرکل کن با شعاع سی دی پی که میبینید که قشنگ اینو کشیده. و بعد با توجه با استفاده از فانکشن دراپس کنواس که الان این اگه بره آن اون پای میبینید یه کنواس یه فانکشن دراپس داره که پسمونو بهش میدیم، پینتمون هم بهش میدیم و اون پس رو قشنگ برام درا میکنه مثل بقیه چیزا. حالا یه چیز داریم تحت عنوان پس افکت. پس افکت میاد نحوه رسم شدن اون پسمونو مشخص میکنه، میگه که اون پس چه شکلی باید رسم بشه. حالا تو جلوتر میبینیم این پس افکت معمولیه و پیشفرض اندروید هستش که خیلی این همون چیزی که ما گفتیم و رسم کرده. حالا یه دونه کورنر پس افکت داریم که میاد اون گوشه هایی که تیز بوده رو برامون یه کروی بهشون میده که کورنرهاشون گوشه هاشون چیز بشن، یه حالت انحنا داشته باشن. میبینید که کورنر پس افکت رو چه شکلی ساختیم. یه ریدیوس هم میخواد که میگه اون گوشه ها رو با چند درجه برای شما گرد کنم که 12 دیپی بهش دادیم و روی پینت پس افکتمون رو ست کردیم. در نتیجه گفتم که پینت یه آبجکتیه که هولدر استایل رسم شدن اون چیزامونه، اون دایره و مربع و مستطیل و پس و هر چی که می‌خوایم رسم کنیم با پینت بهش میگیم که استایلش چه شکلی باشه. پس افکت هم میایم روی پینت ست می‌کنیم که هولدر استایل هستش. مورد بعدی داش پس افکته که می‌بینید که خدچین خدچین کرده اون پس افکت. و بعد حالت ساخته شدنش هم که یه اینتروال میخواد از خط و فاصله ها که ما گفتیم که اندازه 20 دی پی رسم کن 10 دی پی فاصله بذار، دوباره 20 دی پی رسم کن 10 دی پی فاصله بذار و نیو کردیم. اون فیزم راستیتش من نفهمیدم که چیه، دنبالش هم نرفتم، حالا مهم نیست بکنم. بعد پس افکت رو که سیت میکنیم یه همچین حالتی در میاد که خدچین خدچین هستش. مورد بعدی دیسکرت پس افکته که این میاد یه حالت نوسانی برامون رسم میکنه که دو تا پارامتر میگیره ازمون، یه دونه سگمنت لنگثه یه دونه هم دیویشنه. سگمنت لنگث فاصله اون قسمت های، دیویشن هم اون اندازه بالا پایین رفتنشه که میبینید یه حالت خیلی قشنگی در اومده. بعد پس افکت بعدی کمپوز پس افکته که از اسمش هم معلومه دوتا پس افکت رو برامون ترکیب میکنه که اینجا ما اومدیم کورنر پس افکت و داش پس افکت رو ترکیب کردیم. میبینید که حالا پس اون هم گوشه هاش گرده هم خدچین خدچین رسم شده و به اون چیزی که خواستیم رسیدیم. ما یه چیزی داریم تحت عنوان شیدر. ببین ما تا الان هر چیزی که رسم کردیم یه کالر ثابت داشته، یه رنگ ثابت داشته، مثلا صورتی بوده یا قرمز بوده یا آبی بوده. شیدر میاد میگه که آقا مثلا میخواید خط رو رسم کنید، شما شاید دوست نداشته باشین کل خط قرمز باشه، بخواید مثلا یه موجی از رنگا داشته باشه، مثلا قرمز بیاد به آبی بعد آبی بره به سبز و سبز بره به قرمز. شیدر در نتیجه میاد میگه که از رنگ ثابت استفاده نکن و از چیزی که من بهت میگم استفاده کن برای اون استایلی که میخواییم رسم کنیم. شیدر اولی لینیر گرادینت شیدره که همون چیزی که گفتمه، یه سری رنگ براش مشخص میکنیم که قرمز و سبز و آبی و صورتی بهش دادیم. این شیدر میاد یه موجی از این رنگا برامون درست میکنه و در نتیجه ما این شیدری که ساختیم رو روی پینتمون ست میکنیم با تاب ست شیدر. بعد با کنواس که میخواییم درا تکس کنیم اون پینت رو بهش میدیم و به جای اینکه یه رنگ ثابت برامون طراحی کنه میاد یه موجی از رنگا برامون درست میکنه. مورد بعدی بیت مپ شیدره. بیت مپ شیدر میاد یه پترن از ما میگیره به عنوان بیت مپ و طبق اون میاد اون چیزی که میخواین رو براتون درا میکنه. مثلا تو این حالت ما دوتا پترن لود کردیم، دوتا حالا بیت مپش هم کردیم که تو اینجا بتونیم استفاده کنیم. یه دونه پترن بی جی یه دونه پترن تکسته که پترن بی جی
اون بالا سمت چپ اگه نگاه کنید یه حالت ابر داره، پترن تکس هم یه حالت قرمز رنگی که برای درا کردن اینا رو میاد کنار هم میچینه که در نهایت شما این فضای ابری پشت رو میبینید، اون تیکه کوچیکه هی اومده کنار هم تکرار شده و اون فضای ابری رو درست کرده. حالا چجوری استفاده کنیم اینا؟ بیت مپ شیدر میاد میگه که اول به من بگو که پترن بیت مپ چیه، چی رو میخوای برات تکرار کنم. ما تو این حالت بهش گفتیم پترن بی جی که همون ابرس رو میخوایم. بعد دوتا تایل مود داره که باید بهش بگیم که توی حالت افقی و عمودی به چه شکلی اینا رو تکرار کن، که من الان ریپیت گذاشتم، یعنی اولیو که رسم کردی بعدیو بذار کنارش، بعدیو بذار کنارش، همینجوری ریپیت کن برو تا آخر. حالت بعدی که مثلا داریم میتونیم بذاریم میروره، که میتونیم بگیم که شبیه آینه، اگه اولیو گذاشتی بعدیو برعکس کن بذار، دوباره بعدیو برعکس کن بذار. اینجا ما ریپیت گذاشیم که تکرار بشه. بعد ست شیدر میکنیم روی پینتمون و با کنواس هم یه درارکت کردیم که مستطیل بکگراند هستش و شیدر هم که روی پینت ست شده و اون فضای ابری میبینیم. بعد تو قسمت پایین اومدیم یه شیدر از اون پترن تکس درست کردیم و ست کردیم روی پینتمون، با کنواس همون دراتکس کردیم و اون پینت رو دادیم به اون فانکشن دراتکس که این پایین میبینیم. اینجا هم که اومده همون تکس رو به جای اینکه یه رنگ ثابت باشه از بیت مپ شیدر استفاده کرده و رسم کرده.